برگشتیم. باسم صبح همه شما هموطنان عزیز ما بخیر. در بخش اول برنامه قرار داریم، در بخش طبیب قسم اکرازی جان گفت امیدوار هستم دور از بیماری ها باشین. ولی دکتر شما هم در کنار ما هستن. بله، و در این بخش دکتر قیس نگزاد متخصص امراض داخله در برنامه با ما هست و موضوعی که انتخاب کردیم قرار است روی این موضوع صحبت داشته باشیم، نفس تنگی و نفس کوتاهی است. اینکه نفس تنگی چه هست و چه عوامل باعث میشه که ما نفس تنگی پیدا کنیم یا نفس تنگی به سراغ ما بیاید و چگونه میتونیم که از این بیماری نجات پیدا بکنیم. شاید بعضی از هموطنان ما تجربه کرده باشن و یا تجربه میکنین. اگر نمیدونین که راه حل چگونه پیدا کنین، پس این بخش بیننده باشن، حتما راه ها و توصیه های خوب دکتر صاحب برتون می داشته باشه. دکتر صاحب بسیار زیاد خوش آمدید. خوش آمدید. خیلی بخیر. خیلی ممنون. سلام خدمت شما دو گردانده عزیز و تمام دستاندرکاران عزیز برنامه تون و تمام هموطنان عزیزی که در آخر هفته میشه دیگه بله. پنجشنبه بیننده برنامه زیبای صوتان هستم. امیدوار هستم تمام هموطنان ما از گزند روزگار در امان باشن و از بحث فشردی که ما پیرامون وسرت تنفس، زجرت تنفس یا نفس کوتاهی می داشته باشیم به دانش صحی و طبی هموطنان ما افزوده شود. بله، شما سلامت باشین دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر از اینکه تشریف آوردید. در آغاز اگر معلومات بیشتر در مورد نفس بعضی از موارد ما شبا بگیریم و ما فکر کنیم که نفس تنگی هست، مشخص ببینین در حالت نرمال امیرم وقتی که امرای شما دارم صحبت میکنم در عین حال فعل تنفس رو اجرا میکنم، یعنی به طور مثال کاربن دای اکساید رو به محیط میتونم و از محیط اکسیژن هم میگیرم و این پروسه پیش تمام افراد به شکل بدون وقفه ای به طور مثال جریان داره. ولی ما کدام زجرت، سختی و کدام چالش را در پروسه تبادل هوا حس نمیکنیم. هرگاه به اساس هر علت یک مریض قسم احساس برش ایجاد شوه که در پروسه تبادل هوا مشکل، چالش، ناتوانی و یکی که به تمسا کوتاهی نفس را تجربه کنه، اینا تمامش تحت عنوان زجرت تنفس، اسرت تنفس، نفس کوتاهی یا استایتی بی دسنیا و پشتور سالندی میگه، اینا همش تحت زنمی ارزیابی میشن. نظر به این که به کدام شدت مریض نفس کوتاهی می داشته باشه فرق میکنه و مستند بر معتبرترین مؤخذ این به صورت عموم به چهار استیج یا مرحله تقسیم بندی میکنه. در استیج صفر مریضایی است که نفس کوتاهی ندارن مگر این که فعالیت فیزیکی بسیار طاقت فرسا را اجرا کنن. مثلا مریض به طور مثال یک دفعه یک دوش که میکنه ببینه که بعد از اجرای دوش یک نفس کوتاهی را تجربه میکنه. استیج اول یا درجه اول عبارت از اون مریضایی هست که با بالا شدن در تپه نفس کوتاهی حس میکنه. استیج دو عبارت از اون مریضایی است که نظر به هم نوعان خود و نظر به افرادی که به طور مثال در عین سن سال با عین وزن کتیزینا قرار داره آستاتر را میره. مثلا این دو نفر که اگه در به طور مثال آدم پیاده کنه ببینی که این نفسش میسوزه و نفس کوتاهی پیدا میکنه. استیج 3 عبارت از اون مریضایی است که 100 متر راه را که برای پیادگردی کنه نفس کوتاهی برشان پیدا میشه و استیج 4 عبارت از اون مریضایی است که حتی یک جمله را مکمل گفته نمیتونه. مثلا این مریضا وقتی که با ماینه خانه تشریف میارن وقتی پرسان کنه که همشیری محترم پدر جان بی بی چی مشکل داری همه جملاتش قطع قطع است، نفسک زده میره. یا اینکه به طرم سال حتی در پوشیدن لباس، کشیدن لباس، در حمام کردن، غذا خوردن، در همه از این حالات نفسش میسوزه. این همه مراحل هست که نفس تنگی نظر به او مرحله بندی میشه. بنابراین اگر فشرده تر بگویم به اساس هر علتی که یک فرد در پروسه تبادل گازات پیش خود زجرت و کوتاهی و ناتوانی را احساس کرد این تحت عنوان نفس کوتاهی یا نفس تنگی مورد ارزیابی قرار میگیره. در بعضی از موارد ما از طرف روز و یا هم در جریان روز در حین کار کردن احساس میکنیم نفس تنگی داریم و یا نفس کم میاریم نمیتونیم و همچنان کسایی که از یک بلندی میخواید بلند شود و بالا بره اونا احساس نفس تنگی میکنه. این نفس تنگی ها به کدام نوع مربوط میشه و گفتن میتونیم که جدی هست و باید جدی گرفته شد؟ ببینید سبیه که یک سلام حالات فیزیولوژیک و نرمال هست. مثلا بدون قید و شرط مزید یک دفعه بدوام از این نگه که تانم بالا شوم به طور مثال یک منزل زینانه یک کمی طبیعی است که مثلا یک ذره کار برای قلب زیاد میشه، کار برای سیستم تنفسی زیاد میشه و من اندک نفس کوتاهی اسم میکنم.
ولی اگر یک فرد پروسه نفس کوتاهی در نزدش تداوم میکنه به صورت طولانی مدت موضوع را تجربه میکنه، اینی وقت است که انوستیگیشن و تحقیقات و پالیدن کار داره که چه عوامل در راه است که تو پروسه پیش یک فرد ایجاد شده. نه اینکه مثلا یک فرد اگر یک روز اعصابش خراب است ببینی که میگه نفسم قید میشه، این پروسه قابل تشویش نیست. و یا اینکه مثلا مثال یک فعالیت فیزیکی طاقت فرسا را هر کس در ماشین میده کم کم نفس کوتاهی پیدا میکنه. ای نفس کوتاهی که مریضی باشه فعالیت های فیزیکی روزمره فرد محدود می سازن و فرد توانایی از این نداره که مثلا فعالیت های فیزیکی خود به صورت درست روزمره اجرا کنه. در صورت نرمال مثلا یگان نفس کوتاهی را که ما روزمره تجربه میکنیم و کدام امر قابل تشویش نیست، ولی اگر تداوم میکنه دوام میکنه باعث کاهش فعالیت های روزمره یک فرد میشه بدون قید و شرط به خاطر ردیابی علتش، مریضا به دکتر صبح متخصص مراجعه داشته باشه. خب بیشتر دکتر صاحب کسانی هستن که از در لفت بند میمونن یا هم این عوامل برشان پیش میشه نفس تنگی میمونن، اینا باید چیکار کنن؟ نموده نقطه بسیار خوب را اشاره کردین، بحث استاس تو بردین طرف مباحث روانی. یک حالت هست به نام جنرالایز انزایتی دیسوردر یا مشکلات عمومی استرابات. مشکلات عمومی استرابات انواع مختلف داره، متصنبت بر کتاب سادک و کاپلان. بعض مریضا که هست سوشیال فوبیا می داشته باشه، یعنی از اجتماعات می ترسه، در جای بیرو بارک، در جایی که به طرم سال توی باشه، ختم باشه، بیرو بار زیاد باشه، می ترسه و تو احساس میکنه که گویا از کدام جناح برش ضرر میرسه. بله. مریض می ترسه. دوم حالت های هست که مریض اگروفوبیا می داشته باشه، یعنی از فضاهای بسته و قید می ترسه و نفس کوتاهی و ناراحتی و به طرز یک حالت شدید استراب پیش ایجاد میشه. مثلا از گیر ماندن در لفت میترسه، از فضاهای بسته میترسه. در این استودیو شما اگر ماگروفوبیا داشته باشم گزارا نمیتونم. از جایای تاریک میترسه، از دیرای به طرز سال پل میترسه، در سینما رفتن نمیتونه، در تئاتر رفتن نمیتونه و میخاطر فعالیت های اجتماعی شنده که محدود میشه. او کاملا مبحث علیحده است و خوب نقطه را اشاره کردین. یکی از عواملی که باعث ایجاد نفس کوتاهی میشه مسائل روحی و روانی هست. دکتر صاحب، کسانی که به شکل جدی نفس تنگی دارن، آیا دستبندی کردن میتونیم که بیشتر کدام سنین هست؟ آیا در دستبندی اگر مشخص بدوزیم که نفس تنگی بیشتر به سراغ کدام رده سنی میه؟ فاکتور سنی مشخص من حیث یک فرمول عمومی در مبحث نفس تنگی قابل تطبیق نیست. یعنی ما گفتن نمیتونه که مثلا نفس تنگی حتما افراد کاهل میگیره یا نفس تنگی حتما جوانا را میگیره، نفس تنگی به طور مثال 100% کسایی را میگیره که میانه سال هستن. نظر به اندرلاین کاز یا عامل مرض فرق میکنه. مثلا مریضایی که برانشل استما یا استمای قصبی داره با مواجه شدن با بوی گل، عطر، خاک، به طور مثال گردی که از روی پا قیل میشه، همی بالش تا بعضش پر قوز نه، از همی آکده بی نشان میخوره، همی فصل بهار میشه کلگی به طور مثال از موسم طبیعت لذت میبره، ولی یه آدم همی گل مرسل همی بیشی بینیش کردی ببینه که نفس کوتاهی و اصلا سلفه برش پیدا میشه. اینی برانشل اسما و اسما قصبی اکثر اوقات در طبقه ذکور در سینه کمتر از 14 سال است، دخترها را بعد از 14 سالگی مصاب میسازه. ولی مریضایی که عدم کفایی قلب داره اکثر اوقات سن از اینا بالاتر از 40-50 سال هستن. بنابراین عامل نفس کوتاهی بسیار مهم است که چه عامل باعث نفس کوتاهی شده و بر رویت از اون ما میتونیم تصنیف بندی کنیم که در چه رده سنی ممکن است در نزد یک فرد وجود بیاید. مثلا یک فرد است سوی شکل ولادی در قسمت ستون فقرات خود می داشته باشه و مریض کیفوز می داشته باشه، یعنی انحنای ستون فقرات به پشت سر بسیار زیاد می باشه، شما ده باشین کپ می باشه، خلاص بگویم کپ. اینا ببینید که مثلا با در سن سال که باشه نفس کوتاهی داره، 100 متر راه که میره ممکن است به تمام سال بس نفس کوتاهی تحسس کنه. بنابراین ما یک فرمول عمومی را تحت عنوان ردی سینی ما نمیتونیم دهیم، پس قابل تطبیق بر ما باشه. فقط عامل مهم است که چه عامل باعث ایجاد نفس کوتاهی شده و برای تازو باز میتونیم که تداویر هم به طرف سوق بتیم و راهکارهای تشخیصشون فرق میکنه. خب دکتر صاحب، شما گفتین که بعضی کسا هستن تو باز بوی گل و فصل بهار و چیزا نفس تنگی برشون ایجاد میشه، بعد جز از این فصل بهار و گل و چیزا دیگه چی باعث میشه که ما به نفس تنگی؟ ببینین صاحب، دو موضوع بسیار مهم هست. یکی مبحث allergic rhinitis هست، یعنی حساسیت فصلی.
بله. این مریضا که هست به مثال با مجرده که فصل خزان میشه یا فصل زمستان میشه، هوا که سرد شد دیگه ببینی که اوریزی از بینی میداشته باشن، چشما به طرم سال سرخ میزنه، مریض گلونش خارش میداشته باشه، وقشی و کشی و کشی و سرعت سرزده میره. بله. این حساسیت فصلی هست، این کاملا مبحث علایده هست و مریض کوشش میکنه که از الرژنا خود زیاد مواجه نشده، یعنی آن چیزی که محرک همی پروسس. دوم مبحث اسمای قصبی است یا برانش الاسماس که در این اکثر اوقات الرژن مطرح است. یعنی اسمای قصبی کدام حالت میگم؟ مریض سلفه داره، در پاری سلفه باش کاله انتقادات خود جامعه زیاد است، بخواد بگن دکتر سب سرفه نگفت سلفه مثل که یک فرد از کشور خارجی آمده بود نگه والده خود گفته بود که گلاس ایچ دوو بیار با من. حالا ما هم بتر مثال از دست که آمیانه صحبت میکنی که تی مریضای ما یکان دفعه همه تو بیخی از ما میبرای باز انتقادات زیاد تصورم میگه باز بیبیری که در یوتیوب شما یا دیگه کس کومنت میمونه که دکتر سب مچم و ادبیات خوانده نخواند سرفه را سلفه ما کوشش میکنم که همین بحث به می رقم تعقیب کنیم در اکثر میدیا. خب از انتقادها هر بحث کسیم که سوال دارن هر دو مورد میدیا مثل که یک روز باشه که بحث بسیار زیاد اکادمیک در گل صبح نشه، یک روز ما یک مبحث مستند به معتبرترین ماخذها در شبکه های اجتماعی اپلود کرده بودم درباره همی شیوه تداوی مریضای شکر. یک چند نفر در زیر از این کومنت داده بوده گفته بود که دکتر صاحب به خاطر میگه که دوا بگیری که کلاگ پیشش بیا برین کلتون یونانی استفاده کنیم. من گفتم ما به در حال انتخاب در دست خودتون و دلتون که یونانی را میخورین دلت که ادنا میخوره. ما به شکل اکادمیک اون چیزی که علم حکم میکنه میگیم، کسی که دلش که نکرد دلش، هر کس خداوند جل عظمتو شعور داده. حالا هدف در سر چی هست؟ هدف در سر ازی است که مریضایی که گفتم اسماء قصبی داره اینا چی مشکلات می داشته باشن؟ سرفه داره مریض، در پاری سرفه بعض اوقات ممکن است تقشع یا بلغم داشته باشه، در قسمت نفس سینه خود فشردگی احساس میکنه، فکر میکنه که قفس سینه از چهار دوبر کسی تو گرفته، نفس کوتاهی داره و در پالی از ویز می داشته باشه، یعنی آوازهای غیر نرمال در طرق تنفسی، حتی بعض اوقات هم گوش تام کن تو بدون استاتسکوپ در پشت تخته پشت زبانی شیو 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 مثل که آدم در گوش پلاک صدا بکشه، اتو تا آوازهای تنفسی دارن. اینا اکثر اوقات کتی مواجه شدن کتی دود سگرت کتی آلودگی های کاری در فابریکه پخته کار کرد، در فابریکه نساجی کار کرد، در فابریکه زغال کار داد، در محیط کابل قدم زد به خاطر که کل لذی مملو از آلودگی است، کتی دود موتر، کتی گرده خاک که در منازل در بعد جارو کردن بلند میشه، در تکاندن روی پاک به خاطر گردش که بلند میشه و بعض اوقات ممکن الرژن مشخص موجود باشه. مثلا دوست ما داریم که فقط اینمی بوی مالتر که نمی پیش بینیت نزدیک کردی خلاص حدسه و سرفه و بتر مثال کوتاهی نفس پیش پیدا میشه، الرژن فرق میکنه و بعض اوقات ممکن است هیچ کدام الرژن مشخص نباشه، مریض با هوای سرد برش نفس کوتاهی پیدا شوه و آوازهای غیر نرمال طرق تنفسی، این نظر به مریض فرق میکنه. بله. خب دکتر صاحب اگر جزئی تر صحبت داشته باشیم، شکل خفیف نفس تنگی زمانی که نزد افراد اشخاص وجود داره پیدا میشه مخصوصا کودکان، خب خودشون احساس کنند بدانند نفس تنگی دارن یا به یک شکل باید پیدا کنند که چه مشکل باشه. بله. وجود آمده، ولی در صورتی که این شکل خفیف به سراغ کودکان میان چگونه باید تشخیص داشت، چگونه باید پیدا کرد که کودکان کم کم آهسته نفس تنگی گرفته؟ نفس تنگی خودش یک حالت زجرتبار است که اکثر اوقات مریض شکایت میکنه از او و پای مریض خود از امی عرض به معاینه خانه دکتر میکشانه. حالا مثلا امیال خود در چوکی شیشتی و امرای مداری منظم صحبت میکنی، ما چی میفهمم که در راه رفتن به طور مثال نفس کوتاهی بر پیدا میشه یا نمیشه؟ یعنی خودت باید این شکایت بر ما بیان کنی تا اینکه باز بالاخره معاینات و ایگپا و یورا ما به اون طرف سوق بتم. یعنی این شکایت است که خود مریضا از این باید به دکتر خود شاکی باشن. هدف دست ای است قبل از اینکه من بپردازم به اینکه بتونم سوال کدام راهکارهای تشخیصی به خاطر تداوی و به خاطر تشخیص نفس کوتاهی یا نفس تنگی پیش افراد باید مطرح باشه، بهتر خود بود که من اشاره به عوامل عمده نفس کوتاهی داشته باشم که مثلا چه چیز و چه عوامل باعث ایجاد نفس کوتاهی در نزد یک فرد میشه. 85% عوامل نفس کوتاهی در نزد یک فرد مشکلات قلبی و تنفسی است. 15% که دیگه اصول میمانه، 85% نفر مرد فردی که نفس کوتاهی داره و نفس کوتاهی شدید روزمره تجربه میکنه باید خودش بفهمه که یا مشکل در شش است یا مشکل در قلب است.
آفات قلبی که باعث ایجاد نفس کوتاهی میشه، چهارمر قلب یک پشت داره برام پریکار داره، میگن این اگه او بگیره یا التهابش مریض نفس کوتاهی داره، سکته قلبی مریض نفس کوتاهی میداشته باشه و مریضایی که قلبشان ناکام شوه، یعنی به مثال پمپ درست کردن نتونه، یا که خون بیرو تلا کردن نتونه، یکی از خون خود درست پر نتونه، هر دوی از اینا نفس کوتاهی را تجربه میکنن. آفات شش، خلاص امی هر ساختمانی که در شش است و هر ساختمانی که تا چهار دو بر شش است، هر کدام از یک مشکل پیدا کرد باعث ایجاد نفس کوتاهی میشه. مثلا خودم این نزد شش اگه مشکل پیدا کرد، راه های هوایی شش اگه مشکل پیدا کرد، در پلی از اون مریض اگه بتارم سال شیریان های شش فشارش بلند بود، یا اینکه در چهار دو بر شش امی عضلاتی که است و استخوان هایی که است کدام سوی شکل داشته باشه، و یکی سستی داشته باشه، یا یکی مریض کدام دوا گرفته باشه که عضلات سست کرده باشه، کلش نفس کوتاهی میتن. اگر قلب مریض پولیدیم که کدام مشکل نداشت، شش مریض تاریخچه گرفته شد کدام مشکل نداشت، از دست که عادت در پریز کردیم قریب که مریض هم پریز بگویم، در صورت که قلب مریض مشکل نداشت، شش مریض مشکل نداشت، منشی روانی باید پولیده شود تا اینکه مبادا کدام عامل روحی روانی باعث ایجاد نفس کوتاهی شده باشه. موضوعی را که پیشتر شما برش اشاره کردین، ترس از اجتماع، حملات پنیک، ترس از گیر ماندن در فضای بسته، همش ممکن است مریض نفس کوتاهی تجربه کنه. باز میبینی که یک تاریخچه استراب، تشوش، سوء استفاده جنسی، تاریخچه وسواس فکری و افسردگی شدید پیش مریض موجود است در دو گذشته بگیری. در ضمن انیمیا یا کمخونی خصوصا در نزد دختر خانم ها باعث ایجاد نفس کوتاهی میشه و پرکاری و کمکاری غده تایراید فراموش نشه. افرادی که مثل ما و وزنش زیاد هسته، اینا همچنان نفس کوتاهی را تجربه میکنن. یکی از علتهای نفس کوتاهی عبارت از چاقی است، به خاطر که چاقی باعث میشه تا شهم در قفس سینه جمع شوه، مریض قفس سینه درست خدا واز و بسته کرده نتونه، یعنی استرخا و قبض خود نتونه، و در ضمن اکثر مریضایی که چاق میباشه گردن کوتاه میداشته باشن، و خود از این یک سلسله مشکلات را در پروسه تبادل گازات ممکن است در آینده ها در نزد یک فرد ایجاد شده. پس کسی که مثلا وزنش زیاد است باید کوشش کنه که این وزن خود کم کنه. این چاقی میلیون ها مرض نفته است و در کل بسیار خراب است. اگر کسان دکتر صاحب قسم شما اشاره کردن آدمایی که وزنشون بیشتر هستن، به غیر از اینکه وزن خود کم بکنن، اگر از اکسیژن و چیزا استفاده بکنن چی؟ ببینید صاحب، اکسیژن خو طبیعتا ما شما باید از طریق فعل انفعال تنفسی باید بهتر مثالی را کش کنیم. نه مثلا امیال محیط اکسیژن داره، یک هدیه که خداوند جل عظمته به صورت رایگان در دسترس شما قرار داد، در حالی که یک دبیره که مریضای تنفسی استفاده میکنن، در یک روز فکر کنم از اینش 1800-1900 افغانی است در یک روز. ولی ما شما را مفت کلزی است از چی کش کنه را استیم از محیط، ولی اساسا همین اکسیژن هم در طبیعت محدود شده رایسونه. ببینید که چقدر آلودگی دامنش فراگیر در جامعه شده. مریضایی که چاق هستن در صورت که کدام آفت تنفسی شدید نداشته باشه، یا دیگه اکسیژن کار نداره، ولی اگر مریض COPD داشته باشه، COPD حالت را میگه که مریض به ترم سال کتی سالها سگرت استفاده کرده، هر زمستان ببینی که به ترم سال بر سلفا و بلغم و نفس کوتاهی پیدا میشه، و COPD به طرف ناکامی طرف راست قلب رفته باشه، یعنی کورپولمونال ساخته باشه، مریض ببینی کبوت است، دستش کبوت است، ناخونایش کبوت است، لبایش کبوت است، ورید جگولار در قسمتش برجسته است، در ضمن از بعض اوقات ممکن است آب در شکمش جمع شده باشه، آب در ششش جمع شده باشه و کاملا کبوت به نظر میرسه، لبایش، زبانش و پنج متر راه رفتن هم میتونه. در اینی صورت در پلویی که سگرت خود مریض قطع میکنه، در پلویی که اکثر دواها توصیه میشه، بر مریض اکسیژن تراپی یا توصیه اکسیژن یک جزء تداوی است. بتونه که هر مریض چاق به طرم سال ما اکسیژن رسه. اکسیژن بتونی بله دکتر. خب دکتر صاحب قسم که در جامعه ما میبینیم مثلا بعضی وقتا نفس که دچار نفس تنگی میشن، مردم بگن که ای تا آخر عمرم رایت میمونه یا تا امراش می باشه، در هر جای امکان داره که مثلا بیای بس روش. و ما کسایی رو هم دیدیم که کاملا نرمال بودن و حالت عادی داشتن، ولی به کنگی نفس تنگی برشون پیدا شده و چیزی هم نداشتن با خود. آیا نفس تنگی تا آخر عمر با یک شخص باقی میمونه یا راه های وجود داره که بدوترین فرصت تنگیش ای که نفس کوتاهی یا نفس تنگی در نزد یک فرد عمری باقی میمانه یا ای که رشف میشه، نظر به ای است که در سیر چه حالتی به وجود آمده. مثلا یک مریض پرکاری غده تایراید داره یا کمکاری غده تایراید داره، این را که تداوی کردیم رفت نفس کوتاهی پیش رایش. یک مریض کمخونی داره،
آهنش که پس دوباره به تمام ساعت تکمیل کردیم، نفس کوتاهی رفت پشتش. فرد چاقی که وزن خود کم کرد، نفس کوتاهی در حقیقت خودش اصلاح کرد. بله. یک مریض سینه و بغل داره، سینه و بغلش که اصلاح شد بعد از سپری شدن 6 هفته کلینیکش میره پشتش، مریض جور تیار میشه. مریضی که توبرکلوز داره، توبرکلوز وقتی که تداوی شد نفس کوتاهیش به تمام ساعت اصلاح میشه. مریضی که حساسیت فصلی داشته باشه، فصل که گذشت تک نفس کوتاهیش اصلاح میشه. اونایی که اسمای قصبی دارن، هم انهلرای خود که بگیرن، مثلا اکثر اوقات ممکن است عرضی بهبودی را تجربه کنن. ولی یک سلسله حالات وجود داره که واقعا عمرن مریض نفس کوتاهی را ممکن است تجربه کنه. قلب ناکام کرده خوده، مریض وقتی که مثلا باید اقدام میکرد نکرده، فشار خود کنترل نکرد، چربی خون خود کنترل نکرد، شکر خود کنترل نکرد، در جریان به طور مثال فعال که باید دکتر سبا رو وزیت میکرد نکرده، آره قلب انتقا بوجی وار خود گشتانده، بوجی گکای خود داره البته، ای به طرح مثال قلب کلان شده، پمپ درست کرده نمیتونه، خود پس دوباره از خون پر کرده نمیتونه. در دمی هر کشور دنیا که مراجعه کنی دو راه حل داره، یا یعنی که مریض عرضی در دوا بگیره، اگر در دوا خوب نشد بر مریض کاردیاک ترانسپلانتیشن میشه، یعنی قلب نو باید بشونی. امکاناتی که در افغانستان شاید 10 سال و 20 سال بعد زمینش فراهم شد، به خاطر این مراکز بسیار مجهز حمایوی دولت کار داره. فرد تجار که هر قدر می تلیون دلار هم سرمایه داشته باشه، تنها نمیتونه که تو مراکز فعال بکنه. هدف در سر ازی است که عامل مهم است. بعض اوقات اکسل عوامل نفس کوتاهی است که در صورتی که اصلاح شد گپ حل است، و بعض اوقات ممکن است که واقعا به گفته شما نفس کوتاهی را یک فرد عمرن تجربه کنه. خب دکتر صاحب، شاید در اوایل به شکل خفیف در نزد هر فرد پیدا شده و وجود داشته باشه، چه چیزی باعث تشدید نفس تنگی میشه و باعث میشه که تا آخر عمرن باید فرد باشه؟ این نظر به علت مرض فرق میکنه. مثلا سعی کنین یک مریض آدمی که فایق قلب داره و قلبش ناتوان شده، مجبورن یک مدیریت دوایی مثلا 3-4 قلم دوایی است که برای اینا توصیه میشه، مثل دوای بیتا بلاکر مثل بتر مثال دیجوکسین و مثل دوای مثل نایتریت و مثل دیوریتیک و مثل یک سری دواهای دیگه که وجود داره، تا اینکه در بالای قلب لود کم کنه، به خاطر که قلب ناکام باید کتیش گزاره شود. اگر حالا قلب ناکام شد، بنابراین این مریض مجبور است که عمرن دوا استفاده کنه، یک روز و دو روز نه، تا وقتی که زنده است. اینه مثلا به این شکل. و یک سری حالات مشخص وجود داره که مثلا مریضایی که ناتوانی، آدمی که فایق قلب داره، ممکن است اعراض از ایراد شدید کنه. مثلا مریضی که قلبش ناکام است، در صورتی که سینه و بغل شود، در صورتی که پرکاری غده جاغور داشته باشه، در صورتی که کم خون باشه، در صورتی که تب داشته باشه، ببینی که نفس کوتاهی از یوم شدید میشه. یا اینکه مثلا مریضی که توبرکلوز داره به تمام سال توبرکلوز تداوی نمیکنه، اگر انق صحیحش شد توبرکلوز خراب کرده باشه، استاست میبینی که یک طرف سوش مکمل به فیبروز تبدیل میشه و فیبروز عبارت از اون نسج است که فقط در مساحه را پر میکنه، مثل که یک جای کس چاقو بخوره، یک نسج در اونجا به وجود میاد که نه موی داره نه غدوات عرقه داره، فقط مساحه را پر میکنه و هیچ نوع فعالیت اجرا کردن نمیتونه. شش هم این شکل است. یک طرف سال یک نفر فرض میکنیم سیگرت است، نفس کوتاهی هم داره، نفس کوتاهی پیش تاسیس هم کرده، و ببینی که مثلا پس دوباره یک مواد بعد از توصیه دوام میگه یه جور نشه. سوال وقتی که میکنه که سیگرت تقطع کرد میگه والا ایخو امکانش نیست، از باعث سیگرت هم نفس کوتاهی پیش به وجود اومده. یکی مثلا یک مریض اسمای قصبی داره، ببینید که تخا گرد گلی مشکلات از زیاد میشه، باز اون در یک جای کار میکنه که برش مناسب نیست. به می خاطر از در بعض امراض تنفسی حتی توصیه تغییر شغل پیش مریض مطرح میشه که باید مریض از وظیفه خود تغییر بده. در افغانستان کار امکان نداره. یک نفر نجار است، از طریق نجار به نجاری به طرم سال فامیل خود رزق میته. اینه برش بگویی که تو کارت تغییر بده، فکر کو که بسیار یک جمله توهین آمیز برش میگه، چون فقر در ایجاد دامنگیر است. ولی در کشورهای دیگر به زودترین فرصت کوشش میشه که مریض از الرژن دور شود. یک معدن کار زغال کار میکنه یا نکو دیگر. اینجا ببینه که مثلا بیچاره مردمی کارمندای شارواله و همی کسا که در نجاری کار میکنه، آهنگری، فلسکاری، مستری و اینا، همش کتی خاک و گرد و گل مواجه است. ما خب بسیار کم نفر دیده باشم که همون ماسکای استاندارده که واقعا مانع نفوذ آلودگی شده استفاده کنن، امکان نداره. و یک جامعه ما شما خود همین محیط همین البته مثلا طرف های 6-8 بجه 7 بجه شب یک دفعه قدم آدم بزنه، ناام نیست و قدر مردم حال نمبرایه، یعنی قدم بزنی فقط ببینی که یک حالت یک خاطره را ما براتون بگویم. سه یک روز در داخل ماینه خانه گاز بود نمی وقت های زمستان، یه یکم مرا گنگس کرد، به خیالم که خام می سوخت چی رقم. خب ما با یک امیدواری تو فکر من نبود که بیرون 50 چند از این خرابتر است، بر آمدیم که کم اکسیژن تست بگیریم یک ذره پس دوباره، به خاطر تسمم کاربن مونوکساید بسیار خفیف سیر میکنه و آدم نمیفهمه. میبینی وقت میفهمی که رفتی از دنیا،
بیرو برامون کال 50 چند از داخل در اینجا آلودگی داخل یک دالیز بود یک چند اکسیژن نفس همین قمجا گرفتیم بیرون ده چند داخل آلودگی است. و ببینین اکثر رسانه‌ای که مرا بعدا سال دعوت میکنه باز میگه دکتر صاحب راه حل از اینه چی میبینی راه حل از این کارهای بنیادی کار داره راه حل از این کارهای بنیادی کار داره که مثلا از طریق دولت باید توصیه شود تا اینکه ما یک شهر آری از آلودگی داشته باشیم. ممنونتون دکتر. خیلی ممنون از شما و از تمام هموطنان ما که پر حرفی ما را در گل صبح تعامل کردن. قربان شما سنده باشه. ما هم وقفه میگیریم بعد از وقفه برمیگردیم.